عرض ادب و احترام همیانانم آقای سپهر خسروی برنامه رو هدایت میکنم. ممنون. منزل علمی هستیم. بار گذاشته درباره فرگشت صحبت میکردیم و همینطور رنگ پوست. یادتون باشه وقتی میگیم سیاه، با یه طیف سیاه نداریم، بی نهایت طیف سیاه داریم در بین سیاه پوستان. نگاه کنید به سیاهان اتیوپی و مقایسه کنید با سیاهان سودانی، خیلی فرق میکنن. یا سیاهانی که در حاشیه رودخانه نیل زندگی میکنن در شمال آفریقا. به هر حال ما طیف های عدیده سیاه داریم. در مورد سپیدپوست هم همین موضوع صادقه. با آقای دکتر نوذری هستیم. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. دکتر نوذری واقعا وقتی میگیم سیاه پوست اصلا هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی رو به ذهن متبادر نمی کنه و از دید علمی هم فکر میکنم که یک تعریف خیلی ناقص باشه، روایت ناقص باشه از یک گروه از انسانهایی که با ما دارن روی کره زمین زندگی میکنن. همینطوره نیست؟ دقیقا. ما هزاران هزار رنگ پوست داریم و این رنگ پوست رو بایستی کنار گذاشت. متاسفانه هنوز در بیمارستان هایی هست که میپرسن از بیماران که ریس شما یا لغس یا نسل شما چی هست، که کمک میکنه در شناسایی بعضی از بیماری ها یا استفاده نکردن بعضی از داروها. و برای این مورد هم من یک پاسخ دارم. به جایی که ما فقط بچسبیم که نسل شما چی هست، نیان میانبر بزنیم. در این بیمارستان ها دارن میانبر میزنن، میانبر میزنن تا یک جایگزین راحت پیدا کنن. برای چی؟ برای ارزیابی شرایط تاریخی، برای ارزیابی شرایط کنونی، برای ارزیابی تاریخ زیست محیطی اون جامعه، اون جمعیت، اون آدم، اون انسان، برای درک کردن شرایط و ساختار زیستی و فرهنگی اون جمعیت، اون خانواده، اون آدم خاص. بنابراین اینها رو کنار میگذارن و یک سوال و یک پرسش کلی رو میپرسن: از چه نسلی شما هستید؟ این رو هم موزه پاریس با اون مشکل داره، هم موزه انگلستان و موزه واشنگتن. زمانی که از این موزه ها ما صحبت میکنیم، بینندگان شما بایستی بدونن که در این موزه ها ما صدها بیولوژیست داریم که کار میکنن. موزه های اروپا، موزه های امریکا مرده نیستن، مربوط به گذشته نیستن. روی گذشته سرمایه گذاری کردن برای رسیدن به آینده. به خاطر این هم هست که آنتروپولوژیست ها اونجا کار میکنن، بیولوژیست های بزرگی ما داریم. یعنی واقعا در پیشرو علم هستند در این موزه ها. بنابراین این واژه نسل یا لغس در اروپا یا ریس بایستی از این دایره المعارف ما خارج بشه. یعنی کار دست ماها میده. بچه های دنیا بایستی بدونن که واقعیتی نداریم مسئله در ساختار ژنتیکی ما. ما در گذشته های دور آدم های متفاوت داشتیم، انسان های از گونه های متفاوت داشتیم، امروز دیگه نداریم. امروز همه ما متعلق به یک ریس هستیم و اون هوموساپینس ساپینس هست. حالا میخواد شما یک روس باشید، یک ایرانی باشید یا یک امریکایی باشید، همه ما دارای یک دی ان ای هستیم که طولش 2 متر هست، قطرش 2 نانومتر هست، در سلول های ما قرار داره و این دی ان ای ما دارای 3 میلیارد جفت آجر هست، از 4 الفبا استفاده میکنه، تولید 25,000 ژن میکنه و در مورد این ژن ها همه ما یکسان هستیم. اما یک ژن میتونه الل های متفاوت داشته باشه، یا از پولیمورفیزم ما از اون یاد میکنیم، یعنی میتونه بیانهای متفاوت داشته باشه و حتی در این بیانهای متفاوت که به بیو دایورسیتی حیات داده، تفاوتهای ما از یک مرز خاص عبور نمیکنه تا ما بتونیم اعلام یک نوع دیگه انسان بکنیم، اعلام یک نژاد تازه در انسان بکنیم. بنابراین این تفاوتها در ما هست. شما هیچ انسان رو پیدا نمیکنید که از لحاظ بیان ژنتیکی در گذشته شبیه هم بوده باشه. شما امروز هم هیچ انسانی رو پیدا نمی کنید
که از نظر بیان ژنتیکی شبیه یک انسان دیگه باشه. هر انسانی منحصر به فرد هست و در آینده هم پیدا نخواهیم کرد. بنابراین ما دارای بیانهای متفاوت ژن هستیم، اما ما ژنهای متفاوت نداریم. قاطی نباستی کرد بیودایورسیتی رو با اعلام نو یا یک گونه تازه کردن یا یک نژاد تازه کردن. با دوشو اسم نوزری عزیز هستیم، هم بیانان ارجمندم. خب دوشو نوزری، برگردیم باز به مسئله فرگشت. اول میگن که هیچ کس نمیتونه دوبار از یک رودخانه بگذره، و واقعیت اینه دیگه. روزنامه رودخانه سیال جاریست، درنچه هر لحظه به شکلیست و شما دوبار نمیتونید از یک رودخانه عبور کنید. بشری که امروز زندگی میکنه توی مسیر رودخانه فرگشت به جلو پیش میره. انسانی که 1,000,000 سال دیگه روی این کره خواهد بود با ما خیلی متفاوته، کما اینکه ما با ما افراد ما قبل خودمون تفاوت‌های عمده داریم. دکتر زری بفرمایید. بدون تردید فرگشت ادامه پیدا میکنه، هدفمند نیست، بنابراین قابل پیش بینی کردن نیست، اما روی قانون سوار شده، قانونمند هست. مسئله مهم هست. فرگشت خوشبختانه هدفمند نیست، خوشبختانه قابل پیش بینی نیست، و به خاطر همینم هست که به راز حیات داده، به هنر حیات داده. هنر و فرهنگ واقعا فریاد انسان هست در مقابل بخت، در مقابل شانس، در مقابل سرنوشت، در مقابل همین قابل پیش بینی نبودن هاست. و باز راز، همین راز هست که زندگی رو مرموز کرده و اون رو جذاب کرده. اگر فرگشت هدفمند بود، اگر فرگشت قابل پیش بینی بود، همه ما شبیه به هم می‌شدیم. و ما نیستیم شبیه به هم. ما نتیجه همین عبور و مرور ژن‌ها هستیم که به بیودایورسیتی حیات میده، به گوناگونی حیات میده. و این هست که هر آدمی واقعا منحصر به فرد هست. و هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. و کره زمین ما هم 6000 سال پیش خلق نشده. تمام موجودات نتیجه یک فرایند طولانی مدت هست. و منظور من از فرایند طولانی مدت میلیاردها سال هست. ما در گذشته انسان‌های متفاوتی روی کره زمین داشتیم. امروز نه، اونها از بین رفتند. ما هومو جورجیکوس داشتیم. انسان ناندرتال داشتیم. دیگه با ما نیستن. انسان‌های از نوع‌های متفاوت، گونه‌های متفاوت، هومو ابیلیس داشتیم، هومو ارکتوس داشتیم. امروز فقط ما ها روی کره زمین هستیم. و این فرگشت ادامه پیدا می‌کنه. در گذشته گذشتگان ما، انسان‌های گذشته مغز کوچکتری داشتن. قسمت پایین چهره اونها درشت‌تر از ما هست. انسان ناندرتال تنومندتر از ما بوده. انسان هومو ارکتوس بلندقدتر از ما بوده، حس بویایی بهتری داشته. فرگشت مرتب در حال انجام هست. و بدون تردید ما در آینده نمی‌دونیم که انسان‌هایی خواهیم داشت که دیگه از روانی به ما شباهتی دارن، نه از نظر ساختار خودشون. و باز همین واقعا زیبایی فرگشت هست. شما هر چقدر که فرگشت رو بیشتر مطالعه میکنید، بیشتر متوجه میشید که یک شاهکار هست. واقعا یک شاهکار هست. یک شاهکار هست که قابل پیش بینی نیست. یک شاهکار هست که هدفمند نیست. هدفمند نیست. یک شاهکار هست که روی یک خط حرکت نمیکنه. یک شاهکار هست که الزاماً به بهتر بودن حیات نمیده. به بهتر بودن و بدتر بودن حیات میده. و این کار ما نیست که دست به قضاوت بزنیم. به درد حیات میده، اما همدردی رو با اون میاره. شما خشونت رو دارید، ظلم رو دارید، اما محبت رو هم دارید. حالا اگر به خود ما توجه کنید، به انسان نگاه کنید، انسان، ساختار انسان، فرگشت انسان روی همکاری هست، روی محبت هست و روی دست همدیگر رو گرفتن هست. به خاطر همین هم هست که آدم ها وقتی به دنیا میان با محبت هستند. آدم های وقتی به دنیا میان خوب هستن. آدم ها ظرفیت بد شدن رو دارن، اما بد به دنیا نیومدن. آدم ها توانایی خشونت رو دارن، اما آدم ها خشن به دنیا نیومدن. شما اگر به جمعیت لس آنجلس نگاه کنید، یا نیویورک یا پاریس، میبینید که میلیون ها آدم هر شب میرن خونه، هوای خانواده های خودشون رو دارن، دلشون تنگ دوستان خودشون میشه. ما اینها رو فراموش میکنیم و فقط میچسبیم به اون صحنه های خشونت بار. و از نظر انسان شناسی و آنتروپولوژی هم این امر تایید شده.
که اگر امروز ما روی کره زمین هستیم به خاطر این هست که دست همدیگر رو گرفتیم. ما 100 هزار سال پیش زمانی که گذشتگان ما خاک آفریقا رو ترک کردن و تعداد اونها کم بود و غذایی نبود و بیمارستانی نبود، دست همدیگر رو گرفتیم. زمانی که وارد خاورمیانه شدن، زمانی که وارد ایران عزیز ما شدن، دست همدیگر رو گرفتیم. زمانی که 55 هزار سال پیش تعدادی از اونها وارد استرالیا شدن، دست همدیگر رو گرفتن. زمانی که 25 هزار سال پیش تعدادی از اونها از طریق گذرگاه برینگ وارد امریکا شدن، دست همدیگر رو گرفتن. و بعد زمانی که 40 هزار سال پیش وارد اروپا شدن، دست همدیگر رو گرفتن. و بعد به لطف آتش زمان بیشتری رو پیدا کردن، آرامش و صلح رو پیدا کردن و زبان رو اختراع کردن. و زبان ما هم به لطف همین همکاری هست، روی همین همکاری کردن سوار شده، روی همین دست همدیگر رو گرفتن سوار شده. بنابراین گذشته فرگشت انسان یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی هوای همدیگر رو داشتن. هیچ انسانی خشن به دنیا نیومده، هیچ انسانی قاتل به دنیا نیومده. انسان‌ها قاتل میشن و تفاوت هست بین ظرفیت، استعداد، قابلیت، کپاسیتی، سوسپتیبیلیته و ارسی بودن. تشکر میکنم دوستان. بنابراین حکومت های از جنس جمهوری اسلامی، کره شمالی، هیتلر یا حکومت هایی که ما دیدیم در طول تاریخ که مجموعه تلاششون بوده که انسان رو به عقب برگردونن، از پیشرفت انسان به سمت جلو هم وحشت داشتن هم سعی کردن که به هر ترتیبی از جلوی اتفاق رو بگیرن. اینا در واقع علیه طبیعت فرگشت قیام میکنن، نوعی قیام علیه طبیعت فرگشته. چقدر قشنگ گفتید، بدون تردید. و به خاطر همینم هست که شما اینها رو، این آدمهایی رو که ذکر کردید میتونید یک شبه پاکشون کنید. این خبر خوبی است برای جوانان ایران. پدر و مادرهای اونها به میهن خودشون خیانت کردن، اما خبر خوب این هست که جوانان ما میتونن این رو یک شبه پاک بکنن. آتش به راستی در ما نهادینه شده، نمک به راستی در ما نهادینه شده، همکاری به راستی در ما نهادینه شده. شما حتی امروز زمانی که از آتش صحبت میکنید، آخرین چیزی که به ذهنتون میاد سوختنه، نخستین چیزی که به ذهنتون میاد عشق و محبت هست، حرارت هست، گرمی هست. در همه فرهنگ ها تفاوت نمیکنه. همینطور در مورد نمک، به لطف آتش هست و به لطف نمک هست که گذشتگان ما که ضعیف هستن دوام میارن، دیگه اون دندانهای تیز رو ندارن، اون چنگهای قوی رو ندارن، اون بازوهای سترد رو ندارن. بنابراین همه اونها رو جایگزین میکنن با هم، با هم بودن، همکاری کردن، ارتباط ایجاد کردن. حضور ارتباط روی کره زمین یک حضور قدیمی داره. ما ارتباط شیمیایی داریم، ما ارتباط نور داریم، ما ارتباط بیوسونار داریم، ما ارتباط از طریق نانوولتاژ داریم و ما ارتباط از طریق بیان داریم. این اون چیزی هست که ما استفاده کردیم و این هم به لطف فرگشت هست. حجم مغز ما زیاد میشه اما ماهیچه های ما ضعیفتر میشن، دهان ما ضعیف میشه، آرواره ما ضعیف میشه، زبان ما ضعیف میشه، دندان های ما کوچک و ضعیف میشن. اما این ضعیف شدن ها، این ضعیف شدن ها به دو مسئله حیات میدن. یکی خنده هست. برای نخستین بار خنده روی کره زمین دیده میشه. انسان تنها موجودی نیست که میخنده، بسیاری از موجودات میخندن. حتی شما در آزمایشگاه میتونید اونها رو از خنده اینقدر بخندونید که قش میکنن. اما انسان خندش دیده میشه و این به لطف ضعیف شدن هست. و همینطور تکلم، این توانایی رو پیدا میکنه که ایجاد صوت بکنه، این ضعفی که در چهره ما ایجاد میشه. و به خاطر همین هم هست که بینندگان شما بازی توجه کنند که فرگشت یک شاهکار هست و زمانی که ما از ضعف صحبت میکنیم واقعا مفهوم اون ضعف نیست. زمانی که ما از کوچک شدن صحبت میکنیم اون تعاریفی رو که در علوم انسانی دارن در ذهنشون نیاد. زمانی که ما میگیم هدفمند نیست فکر نکنن یعنی بیقانون هست، یعنی هرج و مرج هست، یعنی الله بختکی هست. نه، اینطور نیست. واقعا یک شاهکار هست، شاهکاری که در نتیجه همون ارتباط، همون تکلم که روی ضعیف شدن سوار شده، به هنر حیات داده، به شعر حیات داده. و در بزرگداشت این راز، رازی که نتیجه هدف من نبودن فرگشت هست.
چه میکرد انسان اگر واقعا این راز نبود؟ دلیل رو داری؟ ما امروز نمیتونیم با پیچ و مهرهای قدیمی یه ماشین جدید و امروزی نمیدونم یه دست افزار دیجیتال بسازیم، ولی ما امروزی هستیم. مجموعه موادی که ما رو ساختن خیلی کهن سال و قدیمی هست، عناصری که وجود ما رو شکل دادن، برخیشون 10-12 میلیارد سن نشونه، 5-6 میلیون سن نشونه. این رو چطور میشه توجیه کرد؟ به خاطر اینکه عناصر حیات ما نیازمند به انرژی بالا هستن، حرارت بالا هستن که تولید بشن، و این انرژی رو شما در 14 میلیارد سال پیش میبینید برای تولید هسته هیدروژن، یا در 10 میلیارد سال پیش، 5 میلیارد سال پیش. بنابراین ستارگان به این عناصر حیات میدن. هنوز ماها نیستیم، هنوز کره زمین ما نیست و این عناصر یک حرکت رو شروع میکنن. تعدادی از اونها در کهکشان خود ما ساخته میشن و این حرکت سرانجامش رسیدن به یک نقطه‌ای هست در عالم ما، در یونیورس ما به اسم کره زمین، و در کره زمین ما به ماها حیات میدن این عناصر. اما وجود این عناصر روی جنبش هست، به لطف جنبش هست، و زمانی که شما از جنبش صحبت میکنید بایستی که از آزادی صحبت کنید، آزادی در حرکت. بنابراین یونیورس ما، عالم ما، کهکشانهای ما نتیجه آزادی در حرکت هست و نتیجه یک سفر دراز مدت، میلیاردها میلیارد کیلومتر. هر چقدر بگم کم گفتم. این عناصر یک سفر رو آغاز میکنن تا امروز در بدن بیننده شما هست. بنابراین بیننده شما بایستی بدونن که یک سعادت بزرگ نصیبشون شده، واقعا یک سعادت بزرگ هست زندگی کردن روی کره زمین. و در همین مدتی که من با شما صحبت میکردم، ما میلیون ها کیلومتر در عالم خودمون دور شدیم، دیگه اونجایی نیستیم که بودیم. در همین چند دقیقه که با هم صحبت کردیم، ما دیگه اونجایی نیستیم که بودیم و 100 کیلومتر و 200 کیلومتر دور نشدیم. ما میلیون ها میلیون کیلومتر دور شدیم، یک جای دیگه هستیم در عالم خود ما. یک اشاره خواستم بکنم که بینندگان شما واقعا متوجه این بشن که ما به لطف روشمندی علمی، به لطف فیزیک، به لطف بیولوژی، به لطف شیمی، امروز واقعا متوجه شدیم که عجب شاهکاری هست این فرگشت. عجب شاهکاری، واقعا هم همینه. واقعا برای ما یک سن همیهنان هم جغرافیایی داریم و یک سن کهکشانی داریم. واقعیت اینه که ماها در اون پایی هرگز سن و سال رو محاسبه نشده، ولی که سن و سال ما خیلی خیلی زیاد. چند سال؟ چند میلیارد سن داریم؟ نزدیک به 14 میلیارد. نزدیک به 14 میلیارد سن و سال ما، عناصری که ما رو تشکیل میدن برخیش به 14 میلیون سال پیش برمیگرده، عناصر حیاتی و زنده که اگه نبودن ما هم نبودیم. به اتفاق دکتر علی نیری در این مورد صحبت کردیم هفته گذشته و امیدوار هستم که فیلم اون در اختیار تلویزیون شما هم قرار بگیره از طریق دکتر علی نیری. و این واقعا عالم خود ما هست، عالم خود ما هست، ما از چیز دیگه با اطلاع نیستیم. تشکر، تشکر میکنم دکتر نوذری عزیز. یه بار دیگه همیانه پرسش اگه دارید میتونید با ما در میان بگذارید. حتما مطمئن باشید که در این برنامه با میهمانان عزیز که خودشون صاحب خانه هستن ما مطرح خواهیم کرد، پاسخها رو دریافت خواهیم کرد. تا اینجا هم که میدونم دکتر نوذری هم اشاره کردن، از شمار زیادی از دانشجویان ما در دانشگاه مختلف گروه های کارگروه های درست کردن که این برنامه ها در اونجاها هم در سامانه اونها قرار میگیره و هم از طریق شبکه های اجتماعی توضیح میشه. خیلی خبر خوبی است، خیلی خیلی خبر. خود شما با اینا در ارتباط هستید دکتر نوذری؟ بله هستم، و عجیب هست که چقدر تفاوت دارن با پدر و مادرهای خودشون. عاشق علم هستن، مهربان هستن، دست و دلباز هستن، آماده پذیرای یافته های علمی هستن. و واقعا به خاطر همین این مسئله من رو امیدوار میکنه به آینده ایران. جوانان ایران واقعا امروز حیرت آور هستن، باعث افتخار ما هستن، برخلاف پدر و مادرهاشون. بعضی پدر و مادر اشارتون به
به آشیز که در انقلاب پختن پدر مادرهای نسل به شرکت کنندگان در خودکشی ملی در یک خیانت به میهن عزیزم. تشکر میکنم دوتون زری عزیز، تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر. ممنون هستم. تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی، به تو از تو را جویم به نشان بی نشان.
تو با تو راز گویه به زبان بی زبانی، به تو از تو را جویه به نشانی نشانی. چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می نماید مخت هم چو افتادت زنه های آسمانی. تو چه معنی لطیف ز تو که کنار